شاگردان عزیز، خدا کنه که جور صحت من باشیم. من استاد رشاد احمدی هستم. خدا کنه که در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشیم. میپردازیم به درس جدید خود. رسیدیم به درس جدیدتان، صفحه 6 کتاب و به ادامه درس های گذشته. امروز هم موضوعات جدید را میخوانیم. Worms, these are animals with soft and thin elongated bodies and no backbone. They have no legs. The following illustration shows the three type of worms. Segment type worms, hookworms. The plant kingdoms. Plant can be classified into flowering and non-flowering plants. Gymnosperms are seed-bearing plants that are non-flowering. They have well-growing root, stems, and leaves. The shape of leaves is that of fan needle. They produce seeds are they enclosed in a special structure called cones. Best example of gymnosperm are physis and penis. Angiosperms, seed-carrying flowering plants. They too have well-developed roots, stem, and leaves. There are future classified into two groups: monocotyledon and dicotyledon. خب شاگردای عزیز، ما گفتیم که امروز موضوعات جدید را میخوانیم که او در مورد کرم‌ها میباشه و اینها از طریق پای خود یا از طریق بدون پای خود و همچنان عالم نباتات ما سر و کار داریم و همچنان اینها میتونن که از یک جا به دیگر جای انتقال میکنن نمیکنن یا خصوصیات از اینها چی هست، کدام حیوانات کدام نباتات شامل اینها میشه و موضوعات جدیدی را هم میتونیم که بخوانیم. خب وارمز یا امو کرم ها نیز برش میگن. There are animals with soft and thin elongated bodies. اینها از جمله حیوانات هستند که بدن soft کوچک یا نازک دراز یا بدن طویل دارند. And no backbone و سطور فقرات ندارند. They have no legs پای ندارند. The following illustration shows the three type of worms. امیم در بخش تصویرهای زیل illustration تصویرهای زیل نشان میده سه نوع از کرم ها را. Segment کرم های قطع قطع یعنی از بند بند ساخته شدن. Type worms کرم های پهن و hook worms کرم های رودهی که به شکل مارپیچ هم برش ما میتونیم بگویم. The plant kingdom یا عالم حیوانات که قبل از این که بود شامل عالم حیوانات میشد و آل حیوان بخش که است like plant kingdom یا عالم نباتات میشد. Plants can be classified into flowering and non-flowering plants. نباتات طبقه بندی میشه یا سنبندی میشه به flowering امون نباتاتی که تولید گل میکنن و نان فلاورینگ پلانتس و نباتاتی که تولید گل نمیکنن. که از او جمله جیمنوسپرم یعنی مخفیل بذر. مخفیل بذر به ایمان شاگردای عزیز که اینها مخفیستن زمانی که اینها گل نمیکنن و امی تخمشان معلوم نمیشه. مثلا تخم های کاج اگه شما دیده باشین، درخت های بلند بلند داره که ما در صفحه دیگه بر شما نشان میدیم.
درخت های بسیار بزرگ می باشم که درخت عکاسی و بعضی درخت های دیگه. اینها تخم هایشان معلوم نمیشه، تولید گل نمی کنن و تخم هایشان معلوم نمیشه، به می خاطر اینها را به نام مخفی البذر می گن. Are used bearing plant that are non-flowering. اینها متکی به تخم های هستند که اینها گل نمی کنن. تخم تولید می کنن اما تولید گل نمی کنن. They have well grown root, stem and leaves. آنها همچنان بسیار خوب انکشاف می کنن. Roots، ریشه هایشان، stem، ساقه هایشان، and leaves و برگ هایشان. The shape of leaves is that of a needle. شکل امی برگ هایشان به شکل سوزنی می باشد. They produce seeds that are enclosed in a special structure called cones. امی تولید تخم های از اینها معمولا به صورت نزدیک نزدیک در یک ساختمان مخصوص که نامش از کانس یا کاچ که غوزه هم برش میگن، در داخل یک او غوزه یک ساختمان مخصوصی است که اینها تخم خود در او تولید میکنن. Best example of gymnosperm، بهترین مثال های مخفی البذرها سایکاس اکاسی میتونیم بگوییم و پینس و درخت کاچ یا سر و هم میتونیم از جمله مثال های جیمنوسپرم یا همو نباتات مخفی البذر کنیم. و انجیوسپرم ظاهر البذر، ظاهر البذر به ایمانه که تولید گل میکنن و تخمشان معلوم میشه. خب اسید کارینگ یعنی سیت یا تخمشان قابل انتقال است. فلاورینگ پلانتس از جمله نباتات گلیس یعنی تولید گل میکنن. دی تو هاف ویل دیولپد روت سیم اند لیفز، آنها همچنان امو انکشاف میکنه ریشه شان، ساقه شان و برگ هایشان. دیر آر فیچر کلاسیفاید این دی تو گروپس، در طبقه بندی بیشتر اگر ما انجام بدیم اینها به دو گروه تقسیم شده، مونوکوتایلیدون یعنی یک مشیما و دایکوتایلیدون و دو مشیما. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما به همینجا به پایان میرسه. خدا کنه که چیز آموخته باشین و در صورت کدام مشکل از طریق اداره مکتب با ما میتونین به تماس شوین. تا روز بعد، خدا حافظ.